شما شنونده دروس شاگردسازی سازی در رادیوی جهانی پارس هستید. خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه باشید. به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه یاد می گیرید که شاگرد ایسای مسیح باشید. یک معلم از کتاب مقدس یاد خواهد داد که شاگرد عیسی مسیح دعا می کند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عیسی می گوید بخواهید که به شما داده خواهد شد. پولس می گوید پیوسته دعا کنید و یعقوب می گوید دعای مرد عادل قدرت دارد و بسیار اثر بخش است. کتاب مقدس در مورد دعا بسیار تعلیم می دهد. دومین مجموعه از تعالیم ششگانه در مورد تمرکز بر دعا است. دعا را می توان به سه گروه تقسیم کرد. دعاهایی هست که بر خدا تمرکز دارند و دعاهایی نیز وجود دارند که بر شما و یا سایر مردم متمرکز هستند. هر عنوان شامل دو قسمت خواهد بود. امروز یاد خواهیم گرفت که یک شاگرد برای دیگران دعا میکند قسمت 1 گرچه همه دعاها وقت خدا می شوند، در این نوع دعاها شما برای دیگران دعا می کنید. دعاهایی که بر نیازهای سایر مردم متمرکز هستند، به پنج نوع تقسیم می شوند. دعا برای آنچه خدا به آن توجه دارد، دعا برای خادمین مسیحی، دعا برای مسیحیان دیگر، دعا برای مسیحیان نیازمند و برای غیر مسیحیان. در قسمت اول سه اول را بررسی می کنیم. بیایید اول تیموتائوس فصل دو آیه یک الاسه را بخوانیم. چند نکته مهم را نیز مورد تاکید قرار می دهم. برای همه مردم دعا کن. از خدا درخواست کن که بر آنان رحم کند و به سبب آنچه که برای ایشان انجام خواهد داد او را شکر کن. همچنین برای رهبران و مقامات مملکت به پیشگاه خداوند دعا کن تا بتوانیم در صلح و آرامش به سر بریم و زندگی خداپسندانه و پاک و شایسته ای داشته باشیم. دعا کردن برای دیگران کاری است که نجات دهنده ما خدا را خوشنود میسازد. کتاب مقدس تعلیم می دهد که مسیحیان بایستی برای همه دعا کنند. دعا برای همه یعنی چه؟ این متن توضیح می دهد که مسیحیان بایستی برای همه گروه ها یا طبقات مردم مثل رهبران دولت که حاکمان خوانده شده اند و برای صاحب منصبان مثل پلیس، والدین، رهبران کلیسا و برای امتها در آیه هفت مثل همسایگان غیر و همکاران. کتاب مقدس از کلیسای محلی این انتظار را ندارد که برای تک تک افراد دنیا دعا کند چون شناخت تک تک آنها امکان ندارد ولی کتاب مقدس از کلیسای محلی انتظار دارد که بدون تعصب برای گروه یا طبقاتی مشخص دعا کنند. برای مثال مسیحیان نه فقط برای مردم معمولی بلکه باید برای اشخاص مهم مثل پادشاهان و صاحب منصبان دعا کنند. پس عبارت همه مردم یعنی تمام مردم صرف نظر از نژاد، ملیت یا طبقه اجتماعی. نکته یک یک شاگرد برای آنچه خدا به آن توجه دارد دعا می کند. بیایید متا فصل 6 آیه 9 الی 10 را بخوانیم. عیسی به شاگردانش یاد می‌دهد که چگونه دعا کنند. او می‌گوید: پس شما این طور دعا کنید. ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود، در زمین نیز اجرا شود. عیسی تعلیم می دهد که شما بایستی برای جلال خدا، ملکوت خدا و اراده خدا دعا کنید. اول، دعا کنید که نام خدا جلال یابد. جلال خدا بیان ذات و حضور خداست. شما بایستی دعا کنید که همه مردم ویژگی های خدا مثل تقدس، عدالت، محبت و امانت او را بشناسند و وجود خدا و نزدیکی او را در زندگیشان لمس کنند. دوم، دعا کنید که ملکوت خدا گسترش یابد. ملکوت خدا به خصوص حاکمیت مقتدر خدا است که در قلب مسیحیان پذیرفته می شود و در زندگیشان عمل می کند. حکومت مقتدر خدا باعث نجات کامل آنها ترکیب آنها به صورت کلیسا تأثیر آنها بر اجتماع و بالاخره دنیای رهایی یافته می شود. ایسا تعلیم می دهد که شما بایستی دعا کنید که مردم در قلبشان و زندگیشان حاکمیت مقتدر خدا را تجربه کنند. در عمل این یعنی شما دعا می کنید که خدا قلوب مردم و رفتار و واکنشان آنها را کنترل کند. دعا کنید که خدا بر مردمی که به آنها گوش می کنند مسلط باشد و همینطور بر کسانی که با آنها در ارتباطن و نحوه خرج کردن پول و گذراندن وقت آنها. به خصوص دعا کنید که انجیل بر همه قوم های جهان موعظه شود به طوری که همه مردم فرصت این را پیدا کنند که عیسی پادشاه قلب و زندگیشان شود سوم دعا کنید که اراده خدا در همه جا انجام شود اراده خدا برای مردم در کتاب مقدس آمده است شما باید دعا کنید که مردم کتاب مقدس را بخوانند و از این مهمتر از آنچه کتاب مقدس تعلیم می دهد اطاعت کنند. کتاب مقدس همچنین تعلیم می دهد که شما بایستی هم برای مسیحیان و هم برای غیر مسیحیان دعا کنید. نتیجه بایستی دعا کنید که مردم خدا را بشناسند و جلال، ملکوت و اراده خدا را تجربه کنند. نکته دو یک شاگرد برای خادمین مسیحی دعا می کند. در رومیان فصل پونزده آیه سی پولس رسول می نویسد در مجاهده من شریک باشید. در مورد اینکه مسیحیان بایستی برای خادمین مسیحی دعا کنند کتاب مقدس چه تعلیمی می دهد؟ چگونه می با دعا برای خادمین در مجاهده آنها شریک باشیم؟ اول برای بیشتر شدن خادمین ملکوت خدا دعا کنید. اجازه بدهید متا فصل 9 آیه 38 را بخوانیم. عیسی تعلیم می دهد از مالک محصول بخواهید کارگران را برای دروی محصول خود بفرستد. عیسی به شاگردانش نشان داد که بزرگترین مشکل نبودن محصول نیست بلکه نبودن درو کنندگان کافی است. او میگوید محصول فراوان است اما کارگر اندک. محصول شامل تمام انسانهای این دنیاست که آجز و بدون کمک هستند. درست مثل گوسفندانی که شبان ندارند. انسانهای زمان ایسا آجز و مستصل بودند. این واژه یعنی این که آنها کاملا از باری که فریسی بر آنها گذاشته بودند خسته و ناتوان شده بودند. فریسی از آنها انتظار داشتند که 613 قانون شریعتی را حفظ کنند. تا نزد خدا پذیرفته شوند. فریسی ها کل اجتماع و زندگی افراد را با 365 قانون ممنوع و 248 فرمان کنترل می کردند. با وجود اینکه فریسیها آنچه موعظه میکردند خودشان انجام نمیدادند ولی با این حال انتظار داشتند که مردم معمولی این بال را حمل کنند مردم از پیروی مذهبی که شامل شریعت و قوانین زیاد میشد ناتوان و خسته بودند آنها درمانده بودند آنها در وضعیتی کاملا عاجز و ناتوان به زمین افتاده بودند از بین تمام حیوانات یک مزرعه گوسفند از همه ناتوان تر است این انسانها درست مانند گوسفندان بدون شبانند آنها تنها و درمانده و توسط گرگان گرسنه بلعیده میشوند گرگان گرسنه رهبران سیاسی یا مذهبی دوران عیسی بودند شنونده عزیز به دوروبر خود نگاه کن به مردمانی که خسته از استثمار انسانهای بیرحم هستند کسانی که افتاده و لگدمال میشوند عیسی میگوید که شما بایستی دعا کنید که خدا برای شبانی این انسانها افراد بیشتری را بفرستد دوم دعا کنید تا درهای فرصت باز شوند. بیایید کولیسیان فصل چهار آیه دو الاسه را بخوانیم. پولس رسول می گوید در دعا جدیت و پشتکار را فراموش نکنید. همیشه در حال دعا و راز و نیاز با خدا باشید. منتظر جواب دعاهایتان بمانید و فراموش نکنید که وقتی دعاهایتان مستجاب شد از خدا تشکر کنید. به خاطر بسپارید که برای ما هم دعا کنید که خدا فرصتهای مناسبی ایجاد کند تا پیغام انجیل مسیح را به همه اعلام کنیم. در واقع به علت معزه انجیل است که در اینجا زندانی هستم. زمانی که پولس این کلمات را نوشت هنوز در زندان بود. او دعا نمیکرد تا درهای زندان باز شود تا او آزاد شود. او دعا می تا در زندان دری به روی اعلام پیام انجیل باز شود. او از مسیحیان می خواهد تا دعا کنند فرصتی برای معزه انجیل به سربازان، به قاضی های دادگاه و حتی امپراتور که درخواستش را به او داده است پیش بیاید. شنونده عزیز، مهم نیست که چه وضعیتی دارید، خدا می تواند درهای فرصت را باز کند تا شما شاهد مسیح باشید. پولس رسول می گوید که شما باید برای خادمین مسیحی دعا کنید تا خدا صرف نظر از وضعیتی که در آن هستند به آنها فرصتهایی برای معزه انجیل دهد. سوم دعا کنید که انجیل آشکارا و بدون ترس معزه شود. بیایید کولیسیان فصل چهار آیه چهار الا شیش افسوسیان فصل شیش آیه نونزه را بخوانیم. دعا کنید که جرأت کافی داشته باشم تا این پیغام را آزادانه و تمام و کمال بیان نمایم از هر فرصت نهایت استفاده را بکنید تا پیغام انجیل را به دیگران برسانید و بدانید چگونه با کسانی که هنوز ایمان اند عاقلانه رفتار نمایید گفتگوی شما معقول و پر از لطف باشد تا برای هر کس پاسخی مناسب داشته باشید برای من نیز دعا کنید تا وقتی با دیگران درباره خداوند سخن میگویم و شهر می دهم که چگونه غیر یهودیان نیز می توانند نجات پیدا کنند بتوانم به درستی و وضوح مطلب را بیان کنم خادمین نه تنها نیاز به فرصت هایی برای موعظه انجیل دارند بلکه کاملا محتاج به فیض و حکمت موعظه کردن و تعلیم دادن انجیل دارند تا مردم آنچه میشنوند درک کنند رسولان نه تنها در کشور خودشان کلام را موعظه می‌کردند، بلکه در شهرها و کشورهایی که دارای زبان و سنتهای متفاوت با کشور ایشان بود پس آنها نیاز به حکمت دارند تا در برقراری ارتباط از کلمات مناسب استفاده کنند آنها نیاز به فیض دارند تا بدانند که چگونه به سوالات مردم پاسخ بدهند انجیل همچنین از گناهان انسانها و آمدن داوری خدا سخن میگوید. بسیاری از مردم دوست ندارند این چیزها را بشنوند. پس به مسیحیان جفا می رسانند. پس درخواست دعای پولس این است که او شهامت بیابد تا با کلمات مناسب و بدون ترس سخن بگوید. شنونده عزیز، فقط توجه کنید که مردم اطراف شما چگونه به انجیل اکسل عمل نشان می دهند. بعضی با بیتفاوتی، بعضی با سوء تفاهم و بعضی دیگر با نفرت چون پیغام را درک می کنند اما نمیخواهند بپذیرند پس پولس میگوید بایستی برای خادمین مسیحی دعا کنید تا خدا به آنها حکمت دهد تا انجیل را به وضوح بیان کنند و به آنها شهامت دهد تا انجیل را بدون ترس اعلام کند چهارم برای گسترش سریع انجیل دعا کنید بیایید دوم تسالونیکیان فصل سه آیه یک الی 2 را بخوانیم. پولس رسول تعلیم می‌دهد که ای برادران در خاتمه خواهش می‌کنم برای ما دعا کنید. نخست دعا کنید که پیغام خداوند در هر جا که اعلام می‌شود بدون مانع به سرعت پخش شود و باعث نجات مردم گردد. همانطور که سبب نجات شما نیست شد. همچنین دعا کنید تا از چنگ مردم بدکار و خدا رهایی یابیم زیرا همه مردم دوستدار خدا نیستند عیسی میگوید که انجیل باید این به همه قوم ها موعظه شود و فقط بعد از این اتفاق است که او باز خواهد گشت تا جهان را داوری کند میلیون ها نفر از انسان ها هرگز حتی یک بار فرصت شنیدن انجیل را پیدا نکردند پایان دنیا نزدیکتر می شود. پس بایستی دعا کنید که انجیل سریع و به صورت مؤثری بین تمام مردم دنیا گسترش یابد. دعا کنید که خدا از مبشرین بیشتری استفاده کند تا از دهی به دهی دیگر رفته و انجیل را موعظه کنند. برای آنانی که انجیل را به صورت نوشته و یا از رادیو و اینترنت منتشر می کنند دعا کنید. دعا کنید انجیل سریع بین تمام اعضای خانواده و همسایه هایتان منتشر شود. پنجم برای حفاظت خادمین مسیحی دعا کنید. پولس رسول از مسیحیان می خواهد که نزد خدا دعا کنند تا آنها را محافظت کند. از کسانی که بر علیه آنها شایع منتشر می کنند، با کار آنها مخالفت می کنند و یا به آنها جفا می رسانند. در رومیان فصل 15 آیه 31 می گوید دعا کنید که در اورشلیم از کسانی که به مسیح ایمان ندارند در امان باشم. همچنین دعا کنید که خدمت من مقبول مسیحیان آنجا واقع شود. بایستی دعا کنید که کارهای مفید و هدایایی که خادمین مسیحی با خود میآورند مورد سوء تعبیر قرار نگیرد بلکه با شک گذاری پذیرفته شود. نتیجه بایستی دعا کنید که خدا خادمین مسیحی بیشتری را به جهان بفرستد آنها را از دست افراد شریر رهایی دهد و کارهای مفید آنها مورد پذیرش قرار گیرد همچنین دعا کنید که خدا به آنها فرصتهای جدیدی برای موعظه انجیل بدهد به آنها حکمت و شهامت دهد که به طور آشکار و بدون ترس انجیل را موعظه کنند نکته سه یک شاگرد برای مسیحیان دیگر دعا می کند. در اول سموئیل فصل دوازده آیه 23 سموئیل نبی میگوید و اما من محال است که از دعا کردن برای شما دست بکشم و چنین گناهی نسبت به خداوند مرتکب شوم من هر را که راست و نیکوست به شما تعلیم میدهم مسیحیان دارای این وظیفه و امتیاز هستند که برای یکدیگر دعا کنند اول برای حفاظت تقدس و اتحاد مسیحیان دعا کنید در یوحنا فصل 17 عیسی برای شاگردانش دعا می کند. او می گوید درخواست من نیست که آنها را از این دنیا ببری بلکه می خواهم از آن شرور حفظشان کنی. همه چیز این دنیا بد نیست. کل زمین تحت سلطه خدای مختدر است. در حالی که همه آنانی که بر روی زمین زندگی می کنند این خدای مختدر را نمی شناسند. بسیاری از مردم نمی دانند که خدا بر زمین مسلط است. بسیاری از مردم عملا بر ضد خدا هستند و شرارت را بر زمین ترویج می کنند. همانطور که شیطان و روحهای شریر بر روی زمین بر ضد خدا هستند. عیسی برای زمینی است که خود خلق کرد و او دوست دارد که از مردم ساکن زمین حفاظت کند. و چون او می خواهد که مردم را از طریق مسیحیان از آن خود کند در نتیجه مسیحیان را از این دنیا نمیبرد. عیسی برای حفاظت قوم خود از شیطان از تمام روحهای شریر و از انسانهای شریری که روی زمین زندگی می کنند دعا می کند. ایسا به دعا ادامه می آنان را در حقیقت تقدیس کن کلام تو حقیقت است. چون همه ما گناه کردیم همه احتیاج به تقدیس داریم. نجات دارای آغاز فرایندی در جریان و پایان است. زمانی که به عیسی مسیح ایمان می آوریم، نجات شروع می شود. سپس خدا ما را عادل می سازد. پس از آن از طریق کار روح القدس که در ما زندگی می کند هر روزه از افکار، حرفها و عادتهای گناه آلود نجات می آبیم. به این نجاتی که در حال پیشرفته است تقدیس می گوین. با آمدن ثانویه ای ایسای مسیح از وجود گناه، از مرگ و از همه قدرت های شریر نجات خواهیم یافت. اما خدا چگونه ایمانداران را تقدیس می کند؟ ایسا می گوید که خدا از طریق حقیقت مکتوب در کلامش ما را تقدیس می کند. ایسا دعا می کند که ما کتاب مقدس را بخوانیم، به آن ایمان بیاوریم و از آن اطاعت کنیم. سرانجام ایسا دعا می کند تا همه یک باشند. اتحاد مسیحیان سر تا سر جهان نباید از نظر سازماندهی آنها باشد بلکه بایستی این اتحاد قابل رؤیت باشد بدین ترتیب تمام مردم دنیا ایمان خواهند آورد که خدا عیسی را فرستاد اتحاد مسیحیان از طریق محبت کردن یکدیگر قابل رویت می شود هرگاه مسیحیان یکدیگر را در شهر خودشان یا در کشورهای دیگر ملاقات می کنند سایر مردم بایستی به خاطر محبتی که آنها نسبت به همدیگر دارند تشخیص بدهند که آنها متعلق به عیسی مسیح هستند اتحاد مسیحی نباید بر اساس توافق بین انسانها باشد بلکه همیشه بایستی بر حقیقت کتاب مقدس قرار گیرد مسیحیانی که کتاب مقدس را با هم بررسی و دعا می کنند همدیگر را محبت خواهند کرد پس شما نیز بایستی برای حفاظت تقدس و اتحاد برادران و خواهران خود دعا کنید. دوم، دعا کنید که قوت گرفتن مسیحیان ادامه یابد. بیایید دعای پولوس را در افسوسیان بخوانیم که دو قسمت دارد. در افسوسیان فصل یک آیه 17 الی 19 پولوس میگوید از خدا که پدر پرجلال خداوند من عیسی مسیح است درخواست میکنم که به شما حکمت عطا نماید تا به طور روشن و کامل درک کنید که عیسی کیست و چه فداکاری هایی در حق شما انجام داده است. دعا میکنم که چشمان باطن شما روشن شود تا بتوانید گوشه ای از برکاتی را که خدا برای آینده ما در نظر گرفته است ببینید. همچنین دعا می کنم تا درک کنید که قدرت خدا برای کمک به مؤمنین چقدر عظیم است این همان قدرتی است که مسیح را پس از مرگ زنده کرد و او را در برترین مقام آسمانی در دست راست خدا قرار داد. پولس دعا می کند که مسیحیان افسوس در آنچه که از قبل داشتند قوت بیابند. آنها از قبل روح القدس همچنین معرفت، امید و قدرت داشتند. به هر حال کاری که خدا از قبل در آنها آغاز کرده است بایستی کامل شود و هدایای روح القدس مثل محبت، حکمت، معرفت و قدرت به همراه تمام بخشش های دیگر روح القدس بایستی هرچه بیشتر و بیشتر شود. پولس دعا می کند که مسیحیان معرفتی کامل داشته باشند که درک عمیقتر از انجیل و دید واضحتری از اراده خدا و شیوه زندگیشان است. او همچنین برای حکمت دعا می کند. یعنی اینکه که مسیحان همیشه بهترین روش را برای رسیدن به بهترین اهداف تشخیص دهند. در افسوسیان فصل 3 آیه 13 21 پولوس می گوید دعا میکنم تا به سبب کرامت بیحد خود باطن شما را با روح خود نیرومند و توانا سازد. دعا می کنم که مسیح از راه ایمانتان کاملا در دل شما جای گیرد. از خدا می خواهم آنقدر در محبت مسیح ریشه بدوانید تا همراه با سایر فرزندان خدا عرض و طول عمق و بلندی محبت مسیح را درک نمایید و طعم آن را در زندگیتان بچشید. گرچه محبت مسیح آنقدر وسیع است که فکر انسان قادر به درک کامل واقعی آن نمی باشد. اما آرزو دارم که شما به آن پی ببرید و تا آنجا پیش روید که از وجود خدا لبریز شوید. حال خدا را جلال باد که قادر است به وسیله آن قدرت عظیمی که در ما کار می کند برای ما کارهای بسیار فراتر از خواست و امید و فکر ما انجام دهد. خدا را برای این نقشه نجات که به وسیله عیسی مسیح برای کلیسا تدارک دیده است تا ابد جلال باد. زندگی مسیح درون قلب های ما دقیقا همان زندگی روح القدس درون وجود ماست. مسیح در ما یا روح القدس درون ما ما را با قوت نیرومند میسازد، با محبتش به ما فیض می بخشد و ما را بیشتر و بیشتر به شباهت خدا در میآورد. ایمان ما دستی است که تمام این چیزهای فوق‌العاده را از مسیح می‌گیرد. پولس در اینجا آنچه را در فیلیپیان فصل دو آیه دوازده میگوید سیزده می گوید دعا می کند. عزیزان من زمانی که نزد شما بودم سعی می کردید دستورهای مرا اطاعت کنید. اکنون که از شما دورم همین روش را ادامه دهید و بکشید تا با اعمالتان نشان دهید که نجات یافته اید. یعنی با اطاعت و احترام عمیق به خدا و دوری از هر آنچه که موجب ناخشنودی اوست زیرا خدا خودش در وجود شما کار می کند تا بتوانید با میل و رغبت او را اطاعت نمایید و اعمالی را به جا آورید که مورد پسند اوست شما نیز باید دعا کنید که برادران و خواهرانتان همیشه به طور مداوم به قوت در رابطه خود با روح القدس و در بخشش های روح القدس رشد کنند تکلیف برای هفته آینده اول از تمام کسانی که میخواهید برای آنها دعا کنید فهرستی آماده کنید به برادران و خواهران مسیح خود فکر کنید به خصوص آنانی که نیاز به رشد کردن دارند و آنانی که در رنج هستند به خادمین مسیحی فکر کنید به اعضای خانواده تان همسایه ها و همکارانتان فکر کنید به صاحبان قدرت و دشمنانتان فکر کنید. برای آنها مرتب دعا کنید. دوم، کتاب های دستور العمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www. نقطه دوتا نقطه نت مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم. www. W نقطه D O T A T سوم هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید

شكت جندردومسر باعث تشریح و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس ورپرژن اد جیمیل با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیو جهانی پارس را در وبسایت www.persianworldradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.